کشور چین به حکومت افغانستان پیشنهاد دسترسی بدون تعرفه به بازارهای ساخت و ساز، انرژی و مصرفی خود را داده است. این پیشنهاد در راستای توسعه روابط چین با طالبان پس از تصرف افغانستان توسط این گروه در سال 2021 ارائه شده است. با این حال چین همچنان به دلیل نگرانی‌های بین‌المللی درباره حقوق بشر و وضعیت زنان، حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. سال گذشته افغانستان 64 میلیون دلار کالا، عمدتاً دانه‌های کاج به چین صادر کرده است. طالبان نیز به دنبال بهره برداری از منابع معدنی غنی افغانستان است. آقای سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت، پیرامون این گزارش مهمان ما هستند. آقای جاوید، سلام و عرض ادب. سلام خدمت شما و همچنین خدمت همه بینندگان شما. زنده باشید. آقای جاوید، به نظر شما چگونه پیشنهاد چین برای تجارت بدون تعرفه به طالبان میتونه بر بهبود وضعیت اقتصادی مردم افغانستان تأثیر بگذارد و آیا این اقدام میتواند فرصتی برای بهبود شرایط زندگی آنان باشد؟ بله، خدمت شما عرض کنم که موضوعی که چینایی ها را متوجه هستیم که بیشتر در منطقه و در جهان دنبال منابع طبیعی هستن و منظر از ما چینایی به هر شکل شده باید در منابع کشور دسترسی پیدا بکنن و اینا با این تعریفه جدید را که برای طالبان پیشنهاد کرده است که فرصتی برای ازی باشه که بتونه مثلا شرکت های خصوصی افغانستان اونمو اجناس یا مواد معدنی خامی که میتونن در سطح افغانستان خودشان استخراج میکنن یا بتونن بسیار با آسانی در بازار چین اونا رو برسونن تا با فروش برسونن، چون چینایا تلاش دارن که خب تعیین کننده اقتصاد منطقه هستن و همچنین تلاش دارن که منابع طبیعی رو به دست بیارن. فعلا هم چینایا دنبال پروژه های بسیار کلانتر از اینا هستن که مسیر رای ابریشم دنبالش هستن که از طریق افغانستان احیا بکنن و همچنین در واقع تلاش برای است که تعیین کننده وضعیت اقتصادی در منطقه بوده باشن. فعلا چینایا چیزی در حدود دو سه تا پروژه بسیار کلان در افغانستان داره که یک از اونا میسی عینک هست که داشت 8 میلیارد دلار در اونجا هستن، ولی قرارداد نفتی حوزه آمو هست. خب طبیعتاً واضح است که افغانستان چیزی برای صادر کردن در چین نداره جز میوه خشک و همچنین فرصت های ایجاد میشه برای هر کس، هر شرکت های خصوصی که بتونه با غیر معیاری بتونه اجناس را یا مثلا مواد معدنی را از افغانستان استخراج کنه و در چین بفرسته. فقط اینی است و نظر از من کدام تأثیر خاصی نخواهد داشت و فکر کنم تا در افغانستان یک دولت مقتدر ملی نه این نوع تجارت، این همه فعالیت های اقتصادی به نفع اقتصاد ملی افغانستان نیست و این کار به نفع اقتصاد ملی چین است. بله، ممنونم. با تشکر از سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت که پیرامون این خبر با ما همراه بودند.